Ανακοτορίζει. Παρά μου είναι αυτός. الو میترا، من زنده ها زنگ بزنم. من واسه چطه تو نه تلفونی یه ملاقاتی چیزی آخه. حالا من موقع دستگیری چرتی گفتم، تو زرتی بهت برخور با چشم بینن خوشگی تو یادت رفته یه نمار دیگه. حالا زنگ زدم بگم به یادت فردوسی پور زنگ بزنی بگی اینجوریه جوریه دیگه. در این قضیه گزارش خوشک و خالی اصلا نه حرفی نه چیزی با ناسلامتی ما تو اصفهان تو زندان گیر افتادیم. وقت بازیکن لیگ یکی پشه لگدش میذاره دو ساعت راجبش حرف میزنه. بهش بگو آدم خان دنیا اینجوری نمیمونه. بچه بهش بگو من که بالاخره از اینجا میام بیرون دو فرش شیش تا بزنم اون وقت با یه تیمی دوباره میخواد دعوت هم کنه نمیرم. و کاری نداره بلمشه میرم برنامه کوسری میرم برنامه کوسری هم نمیرم. از من نفهمیده چشونه چرا یکی یه چیزی راجب ما نمیگه. خب به بابات هم نگو من زنگ زدم. خداحافظ. آقا مهران از اینجا نشسته چند بات زده بلند شو بالا تو ایده یه تکونی به خودت بده بلند شو دیگه نمیری؟ میخوای من برم؟ اموی بیخیال ما شو اصلا مال حسنه ندارم. ای بابا حسنه نهرم شد هفت با باشه جا در شوت بزن از اون روش داره که اون بده یه گوشه نشسته میرسی تو خودت دلی منم پوست اوندی بلند شو بابا بابیش الله همین روزا ادامه میکنن شهرم راحت میشین جفتتون نه نکنه بابا مهران پاشا بیا یه تارت شد بده پاشا استاد از همه بلند شو پاشا بیا بشین. آقایون از تهران به خاطر شما اومدن. مکرتم بزرگ ما این فراد بشین آرش بشین آرش خوبی؟ مخلصی چکارا میکنه اینجا؟ شوکه شدم هیچی والا آقا کریم چیکار میشه کرد همش خوابیم انقدرم زود خاموشی میدن اصلا هیچی نمیشه دید. ولی شنیدم جفتتون مصدوم این آره؟ نه خدا شد جفتمونم برگشتیم ترکیب. خب الهی شد. چی شد یهو؟ چرا آخه؟ نفهمیدم چی شد آخه کرد. زندگیم سوخت. چند بار بهت گفتم تو زمین فوتبال بیرون زمین به اعصابت مسلط باش. گوش ندادی. اشتباه کردم بدبخت شدم رفت. نه خدا نکنه. ان شاء الله بتونیم قبل از دادگاه مهلت بگیریم رضایت میگیریم. نه بابا اینا رضایت بده نیستن. روی پدر پیری داره پاشو کرده توی کفش الا بلا آره بفرسه بالا چوبه دار. اشتباه کردی آقا جون. ناسلامتی ما ورزشکاریم ملی پوش هستیم. یه سری جوان چشم امیدشون به ما هستش. شرمنده چی بگم آقا گرکانی هم با تون اومده؟ خدا نکنه تو این یارو رو نشناختی؟ این مردک تا حالا صد تا جوان رو بدبخت کرده. لابد تارم با ماشین و عکسی رو جد سیار کردم. او این مردی که دلال بدبختیه. ببینم خانومت هم از سوتیا خبر داره؟ چرا؟ بهش بگو نذار اعتمادش از دست بره. سن نخور درست میشه تو ناراحت نکن. ان شاءالله رضایت میگیریم ما.
نه دهنتون بشنم. بس بهتره به خودت برسی، سعی کن رو فرم باشی. خب آقا کریم، تیمتون هم که سنت شانسی بود. شانسی چرا؟ ما خوب بازی کردیم. بله شما خوب بازی کردیم، ولی 99% شانس آوردین. اون 1%ش هم دیره که آخر بازی بود. قبول داری با جان یا نه؟ آره قبول دارم. سند مفت با باز نیست چون ما تماشاچی نداشت. ولی ما هم خوب بازی کردیم. بله بله اونو قبول دارم. آرش به این همه جنوبی ریختین تو تیمتون، چرا همش مساوی؟ ایمان موبلی چشه؟ خب روی ایمان کلت کشیدن، یه ذره تو شوکه. آره بابا میشه بهتر میشه. راست بود ها؟ بله. حالا اگه ایمان وکیل مکیل خواست ما هستیم. حتما حتما بشم. بابا کریم چی شد؟ دخل دیدینش؟ سلام آقا سلام. بله دیدمشون ولی این بار خودشو باخته. حالا چیکار کنیم؟ کجا بریم؟ حالا ابلاغ شده که دادگاه پس فردا تشکیل میشه. اگه شما دوتا بزرگوار بتونین یه جوری خانواده راضی کنین، چند روز مهلت بدن عالی. ایشالله راضیشون میکنم. ایشالله. حالا تا من آقا کریمم اصفهانی میگم بریم پیشون، ایشالله بتونیم کار کنیم. اتفاقا امشب آقای سماواتی دعوتشون کرده. خانم سارنگ و خواهر مهران هم هستن. ایشالله بریم ببینیم چی کارش میکنیم. سلام علیکم. من دنبالیشون رفتم طبقه بام. حال تو خوبه؟ همسر آقای سارنگ هستم. خیلی ممنون. خیلی لطف کردین تشریف آوردین واقعا. البته از شما غیر از این انتظار نمی‌رفت این رفتاری شما واقعا باید الگو بشه واسه همه ورزشکارا. اختیار دارید خانم، ما کاری نکردیم. آقا مهران رفیقمونه، از خودمونه. شما دارید. اینجور اتفاقا واسه هر کسی پیش میاد. اینجور موقعاست که باید دست هم دیگه رو بگیریم. خدا خیرتون بده. البته من بازم به کمک شما احتیاج دارم. اگه امکان داره میخواستم از این آقای گرکانی یه سری اطلاعات بگیرم. نمیدونم حالا شما میتونی اطلاعاتو به من بدین؟ باشه در خدمتیم. فقط خیلی مراقب باشین، آدم خطرناکی. ما هر کاری از دستمون بر بیاد کوتاهی نمیکنیم. اصلا اینجور آدما رو مده حس کرد به نفع فوتبالمون. بله بله. دیگه خسته شدیم. بفرمایید. بله بفرمایید. خواهش می‌کنم. بله یه مهمونی ساده است، دوتا از فوتبالیستای آبی و قرمزن اومده اینجا یه وساطتی بکنن. بله شما سلام منو خدمت آقا بزرگ ابلاغ بفرمایید، خودتونم تشریف بیارین کمکشون بکنین. میشل آقا پس بنده امشب منتظرم. عزت زیاد. شما زنگ نزدن؟ چرا؟ زنگ زدن. حالا شما مهمون یا میری یا نداده؟ نه اصلا نیست دادا. من که بدون شما هیچ جا پا ما نمیزن. گفته باشم؟ البته بسی این که یه تعداد از این آدم ها هست ها فوتبالیست ها از تهرون اومدن. این آقای کریم باقری و آرش برهانی هم هستن. حالا ببینیم تو شب چطور میشه. باشه دادا نوکره دادا خدا فراد آقا مهمونی قضیت چی چیست؟ فعلا قضیه این است که بریم دوره هم جمع بشیم و یه شام بخوریم. همین. یعنی فرهاد آقا پس میریم؟ بسه شده صحبی؟ مرغی زیرک میگه نو خشکه میخورم تو جام، نمیرم حوث دونه تو دام. پس نمیریم. صحبی؟ دوزاره پنج تومنیه؟ میبخشین تا فرهاد آقا بالاخره میریم یا نمیریم؟ دوباره تو رودخند دیدم؟ برو به کارت بره. ببین ماما من هرچی میخوام این گره کنی و باور کنم نمیتونم. یه موقع بهش پولی ندیم. ببین این دفترچه حساب کتاب و مهرانه که روزی آخر داد من براش نگه دارم. ببینین چی چیانو بشته است؟ مهران نوشته 50% دریافتیاشو از فصلی قبل اختصاص به یه حسابی که من فکر میکنم این حساب گرکانیه. اینطوری هم که دوستاش میگفتن گرکانی تنها کسی است که از بازیای مهران سودی کلامی برد و دلالی میکرده، ولی وقتی مهران میخواد بیاد اصفهان
آقا باش دشمن میشه. چرا؟ چون دیگه میدونسته سودی در کار نیست. نمیدونم. گرکانی بارها به من گفته بود که دوست نداره مهران بیاد اصفهان. اما من همیشه به حساب این گذاشتم که داره براش دلسوزی میکنه. نه مامان، اینطور که آقای باقری و آقای برهانی میگفتن گرکانی آدمی درستی نیست. خیلی خوب، بعدا دربارش صحبت میکنیم. بریم، اینا منتظرن. ما پیش از تشکیل دادگاه پس فردا فقط و فقط همین یه راه داریم خانم سارنگ. امیدوارم امشب تشریف بیارن بتونیم این برگه فرجام خواهی امضاشو بگیریم ازشون. اینم برگه تفویض وکالته. لطف کنید امضا بفرمایید. ببخشید آقای باقری. چشم. ممنون. شما فکر میکنید امشب تشریف بیارن؟ نمیدونم. آدمای زیاد معاشرتی که نیسته. ما با این تجربه کم میگم خانم سارنگ، یه مادر خیلی ساده تر از 10 تا وکیل و واسطه میتونه کار راه انداز باشه. نمیدونم چرا خودتون پا پیش نمیذارید. شنیدی ماما؟ من بارها بهتون گفتم خودتون چرا نمیری مستقیما با پیرمرد حرف بزنی؟ بله، او هم این پیرمرد که تنهان، یعنی مقتول مادرم نداره. مطمئنن یه پیرمرد تنهای میشه به راحتی متقاعدش کرد. یه چیزی بهتون بگم آقای وکیل، یکم خنده داره اما من از این پیرمرد وحشت دارم. باور نمیکنین، حتی نمیتونم تو چشاش نگاه کنم. عجیبه، من راجع به شجاعت شما خیلی شنیدم خانم سارنگ. ای بابا. بله حق با شماست، ولی مامان اصلا تو شرایط خوبی نیستن. بله، غیر تسلیم و رضا کوچاری. باشه، برم آن خودم. نمیاد؟ بخیر، متاسفانه نمیاد. هیچ کدومشون؟ هیچ کدوم از مسیبان نمیاد. آقای باقری، بنده از شما عذرخواهی میکنم. از شما هم همینطور آقای برهان. به خصوص از شما آقای باقری. خواهش میکنم، نه اشکال نداره. سلیمه خانم، شما آماده است؟ بله، بفرمایید. لطف بکنید شامو بکشید. ببخشید آقای سماواتی، شما با کی حرف زدین؟ با فرهاد آقا. میگه این روز آقا میره یه جایی، بعدم گم و گور میشه. ما هم باید دنبالش راه بیفتیم. اون دروغ میگه. اون خیلی آدم دروغگوییه. میگم کاش کی زنگ بزنی به حاج آقا بهزاد. ولی به نظر من ما باید میرفتیم منزل اونا، این چیزا هم پیش نمیومد. درسته، به نظر منم آقا کریم درست میگه. ما رضایت از اونا میخوام، اونا که از اون رضایت نمیخوام. حرف شما درسته آقای برهانی، ولی از قدیم گفتن مرغ تو خونت باید بکشیش نه تو لونش. برا ما بهتر بود اونا میومدن اینجا. اگه اجازه بدین من یه پیشنهاد بکنم. شما آدرسشون رو بلدین، من و آقا آرش فردا بی سر و صدا میریم منزلشون، صحبت‌های اولیه رو انجام میدیم و قرار میذارم آقای وکیل اومدن یه مهلت 10 روزه از ایشون بگیریم. فعلا احسنت. همین حالی. یعنی شما اگه بتونید 10-15 روز از اینا یه مهلت بگیرید عالیه. کافیه پیرمرد یه قدم عقب بکشه. همین خلاص. حالا اگه اجازه بدید ما مرخص بشیم دیگه. با عزتتون. کجا آقای وکیل؟ شما باید شام تشریف داشته باشید. متشکر، دیگه شام اگر اجازه بدید ما. نخیر، بنده اجازه نمیدم که شما شام نخورده از اینجا تشریف ببرید. بفرمایید. خدمتتون بفرمایید. کلبه فقیران. ببخشید خانم سماواتی. یه شام مختصری ما تهیه کردیم. بفرمایید کاش با آقای بوران. بفرمایید. خانم سماواتی. خیلی خیلی خوش اومدید. مهران نگران حال شما، مدام سراغ شما از ما میگیره. از ما خواست که از طرفش از شما عذرخواهی مبسوط بکنم. بابت چیشه نمیدونم، زیادم مهم نیست. فقط خواستم بگم این روزا حال و روز خوبی نداره. بریم بهش دلداری بدیم. من نمیتونم آقای وکیل. بله، پدرتون فرمونده بودن که بین زنده موندن مهران و زندگی کردن باش اولین انتخاب کردیم. مثلا همینه. بله آقای وکیل، من یه سوالی از شما دارم. اگه ثابت بشه که مهران قبلی ارتکاب به قتل حالت عادی نداشته، سا یه توطئه باعث این حادثه شده، به نظری شما تغییری در روند پروندهش ایجاد میشه؟ شما دارین چی کار میکنی میترا خانم؟ ببینید، من دارم یه سری اسناد و مدارک جمع میکنم که این موضوع رو ثابت کنه. فقط اگه خدا به خود شما کمک کنی این دادگاه به تعویق بیفته که من میتونم این مدارک رو کامل کنم. بله، تمام تلاش ما همینه که دادگاه عقب بیفته. امیدوارم هستم که میترا؟ شام از دهن افتاد. جناب وکیل بفرمایید. بله خواهش میکنم، هستیم خدمتتون. بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید. تعارف نکنیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
پیدا کرده؟ خیلی خوشم. شهر خوابا. بفرم. آقا ببخشید. ممکنه عکس نگیرید؟ چشم. شاهرخ پسر منه. شاهرخ. ما اصلا نمیخوام از این کاری که میکنیم عکس و خبری بیرون درس پیدا کنه. چون ممنون میشیم. چشم آقا چشم. حواست باشه آقا. بله آقا خیالت رو. نمیخوام تو بوق بکنم. چشم آقا چشم آقا. بفرمایید. آقا هستن تشریف دارن؟ بله هستن ایشون. یه نکته ای هست که من بد نیست قبلش خدمتی شما عرض کنم. اخلاقی پدر من با مرد دیگه یخت فرق میکنه. یخت خجالتی است، کم حرفه است، بعضی وقتا هم زود جوش میاره. عرض کردم خدمتتون که به دل نگیرید اگر اتفاق چیزی افتاد. ممنونم میشم اگر که شما نگید که کی دعوتتون کرده است. حتما. بله بفرمایید. بفرمایید. آقا جون. سلام علیکم. سلام آقا جان. احوال شما؟ خوشم بدید. حالتون خوبه؟ سلام. خسته هاتون گیم. خسته هاتون. هجبه دارم. آقا جون کارشون چیه؟ دست بردارم آقا جون. ورزشکارن دیگه. کشتی دیگه نه؟ نه خیر آقا جون. از فوتبالیستای محبوب کشورمون هستن. ماشاءالله. آقای باقری، آقای برهانی. ماشاءالله. ببینم شما پارسال به اینا گل زدین؟ بله آقا. خیلی قشنگ. ممنون. شما هم که پیرار سال به اینا گل زدین. با اجازهتون آقای مسلم. این شاهرخ ما فوتبال رو دوست میداره. خیلی خوش اومدید. به هر حال. نه مامان، یه مهمونی ساده بود. چند تا از رفقا بابا. بله. کی؟ مامانی مهران؟ بله. اصفهانه. چشم مامان دعوتشون میکنم. خیالتون راحت. بابا؟ چا؟ نه بابا رفته. خب میگم بهتون زنگ بزنم. باش. سلام برسون. خداحافظ. میگم با این پرسجوهایی که مالرتون میکنن شک میکنم که نکنه خبردار شده. نه بابا جونی من، اگه مامان خبر داشت که با خوشحالی از دو قلوهای زن دادنی میگو. نمیشناسین مامانا؟ من میگم به گیتی خانم زنگ بزن، به مادرشون بگن که حج بهزاد دعوت کردن برای عاشق کلوخ اندازون. حج بهزاد؟ بله. بابا نکنه دوباره مثل جریانی قبرستون داد و قال بشه، یکی به دو بشه. چاره چیه بابا؟ ما باید با این خونواده اینقدر رفت و آمد بکنیم، اینقدر با هم دیگه هم سفره بشیم تا بلکم دل این پیر مرد نرم بشه. بفرمایید. به به. بله الان چه رسم خوبی. خدا رحمت بکنه همه یه گذشتگانو که یه همچین رسمی رو درست کردن. رسم آش اوماج کلوخ اندازون. آخرین جمعه ماه شبنون یه همچین آشی میپختن. همه دور هم دیگه جمع میشدن این آشو با هم دیگه میل میکردن که بعدش چی کار کنن؟ ها؟ آقای ملک مرسی. با شما آقا. ها بله جمعه آخر شب. جواهر جون دست درد نکنه.
الهی خیر ببینی. زنگ باشی ها؟ من صحبی هم و فراد آقا چیزی میگو بریم یه خوره کلوخ جمع کنیم. برای چی کلوخ جمع میکنی؟ کلوخ برای اینکه ماهی که 30 روز است، ماهی کهنه است. کلوخ میندازیم که ماهی شعبان که امسال 30 روز زودتر بره، عوضش ماهی مبارک بیاد، ماهی مهربون، یعنی چی؟ ماهی مبارک رمضان. البته تاری مردم کلوخ پرت میکنن که رمضان بترسه و نیاد. شعبان بمون رمضان نیاد. نه اینجوری هم نیست. این چیزا رو از بابادون یاد نگیرینا. مؤمن میگه شبون برو رمزون بیا. شما به جای اینکه اینجا بازی بندازین دو زحمت بکشین برین فرهاد یا بهزاد یا از بالاده رفته گردو بیارین چهار تا دونه کلوخ جمع کنین. بول چشا مسعودی یه دونه من حالا میدین. آقا جون شما چرا اینجا نشسته این؟ آقا جون پاشین پاشین بریم. این درخت رو دیدینی حجی؟ بله آقا جون میبینم. یادت میاد که مسعودی میرفت برا با اون چوب بلندش گردوها رو میریم؟ پاشید آقا جون این خاطرات رو بسپارید به ما که هر کجا که میخواد با خودش ببرید. باشید میدونی درخت چی میگه؟ چی میگه آقا جون؟ میگه خاطره ها مثل سایه دنبال آدم نمیتونی خلاص بشی.
آقاجون شما هنو بیداری؟ من اصلا خواب ندارم با بله میفهمم ما هیچ کدوممون خواب نداریم. ببینم اینا امروز از ما چه میخواستن؟ مهلت یه ده پونزه روزی مهلت میخواستن آقا جون. من میگم بهشون بدین ها؟ طوری نیست حجی. اینو به تو میگم آقا که هم مرهمی هم محرم. از وقتی که جنازه مسعود دیدم یه صدایی تو سرم خرت و خرت میکنه. نمیدونم امروز وقتی این زنر دیدم این خرت خرت افتاد. تو میفهمی؟ نه یعنی چی اون وقت؟ به وقتش همه تو میفهمی. حجی سحری عبده جای همه مرده ها خالی. غروبم مرگ رو دوشم